بشه جدی گرفتش. ولی من دوستش دارم، بسیار پسر خوبیه، بسیار نازنینه، ولی یک فیگر جدی فعلا یه 4-5 سال کار داره. میریم یک ویدیو کلیپ میبینیم و برمیگردیم. عرض ادب دارم خدمتتون، سعید سکویی هستم. داشتم این اسناد تاریخی رو همزمان با شما نگاه میکردم. بعد تو دفتر کارم که نزدیک استودیو هم هست، یه ریموت رو یه چرخی دادم، دو سه تا تلویزیون سیاسی رو نگاه کردم. طبق معمول دوستمون ما هستیم نشسته بود و تلفن ها باز، و ما از علی گودرز هستیم، ما از تفرش هستیم، ما از نمیدونم جنوب شرقی تفرش هستیم، ها ما یه شعر بخونیم و اینو بگیم و این صحبت ها، پول بدین پول بدین پول بدین و پول بدین و رقم های عجیب و غریب رو صفحه. و بعد مقایسه کردم اون یکی تلویزیون، ما داریم چیکار میکنیم، اونا دارن آیا مردم به درک این واقعیت رسیدن که چه کاری داره عرضه میشه و مقایسه میکنند؟ یک نفر زنگ زد، بذارید اینو بگم بعد برم تو اون، دیگه خودتون میدونید. بذارید بحث قبلی رو تموم کنم. رژیم کثیف و خونخوار مافیایی فاشیستی، اسلامگرایان، اسلام فروشان، دکانداران دین، مرگافرینان رو فقط و فقط خود ما و با نیرو و اراده و اندیشه مستقل و منحصر به فرد خودمون باید سرنگونش کنیم. با ماچو بوسه و ایشالله ماشالله و قربونت برم و ادب سیاسی رو رعایت کنید و یه کشیده خوردید بیارید اون به پاستره بگید یکی دیگه هم زد، و اگر خواهرتون و مادرتون رو داره با لگد میزنه تو تظاهرات ماچ کنید صورتش، بگید یه دونه خواهر 16 ساله هم تو خونه داریم، این آدرسمون رو شب نشین بیارید ایشون هم یه سری بهش ب... 30 ساله دارن به ما این حرفا رو میزنن، نه جنگ میخوان، نه تحریم میخوان، نه مبارزه خشونت آمیز میخوان، نه مبارزه میگن آقا بمونه همون کاری که الان رهبران سیاسی پنج به اضافه یک و البرادعی و خاویر سولانا و مرکل و سرکوزی و حسین اوباما و اینا همه دارن الان دستای همدیگه میگیرن. روسیه هم میگه منم میخوام بیام دلاله و... بمونن اینا در خارج از کشورم مشالاتاره نشسته، پول بدین پول بدین. اگه پول ندین، اگه تو جیب من پول نریزین، ما هستیم جنبشش میخوابه. و بچه های علی گودرز گفتن اگه پول ندید به شهرام همایون میخوابه سیستم، پول بدین پول بدین پول بدین. اون یکی شعر میخونه، اون یکی کتاب باز کرده کتاب میخونه، اون یکی اصلا عجب بازار مکان. ما مردم، ما تا خودمون با اندیشه مستقل حرکت نکنیم نمیتونیم این رژیم رو سرنگون کنیم. با این بی برنامگی ها، با این نیروهای بازدارنده، با این سیاه‌بازی ها، با این کمکاری ها، با این تظاهرات قلابی، با این مقاصد و منافع رژیم رو پیش بردن، ما به جایی نمیرسیم. با ایمیل برای 50 تا پلاسینه فرستادن و 30 سال کارهای تکراری رو خط رفتن ها و حق بازی و کلک، ما به جایی نمیرسیم. اگر هنوز هم بخوایم تن بسپریم برای سرنگونی این رژیم به دخالت بیگانگان، نه تنها اراده ملیمون سستر از اونی که هست میشه، راهمون رو در همون سمت و سوی منافع بیگانه منحرف میکنه که 30 سال شیطان لنگ داریوش و همایون و خان بابا و این و اون و هر پتیاره ای ما رو در اون مسیر بردند و با بازی های اونا، با اخبار اونها، با گزارش اونها ما رو تو پا انداختن جلو پامون، خودمون رو 30 ساله داریم دریبل میزنیم. در نهایت بیشتر و بیشتر زخمی و مجروح میشیم و در این بازی بیشتر و بیشتر روان جمعی و خودباوری خودمون رو از دست میدیم. ببینید چگونه این چند تا رسانه وابسته به رژیم اسلامی و یا شیادان و قلطاقهای سیاسی و این زور بگیران و اینایی که نشستن و کاسبی میکنن، چگونه خودباوری شماها رو از شماها گرفتن؟ هر روز یک سناریوی جدید، هر روز یک با در کمال وقاحت میشینند. یک سال تمام یک پروژه نیمه تمام رو که داشت میمرد رو زنده میکنن، پیش میبرن، باز روی تلویزیون دیگه یه برنامه دیگه، یه سازمان دیگه، یه بازی دیگه. ما مردم
قربون شکل و قیافت برم. آخ نماینده شما کی؟ شاهزاده از شما بغل از این این هست. یه نفر زنگ زد که منظور شما چی بود؟ گفتید آقای شیمرانی ما حافظه تاریخ. دوستان عزیزان، من شیمرانی رو دوستش دارم، پسر خوبی، ولی من یک بار که از یک جا گزیده بشم حواسم خیلی جمع، با طرف میشینم صحبتم میکنم، ماچو بوسم میکنم، بیخ خرشم اینجوری گرفتم دائما مواظب بشم. همشون هم میدونن طرح حقا بعد از دو سه سال مردم رو سر کار گذاشتن داشت میمرد. آقای شیمرانی برای اینکه مطرح بشه و بتونه وارد بازار لس آنجلس و این برنامه بشه، اومد و دوباره اون طرح رو یک سال کشیدنش. ایشون باید بیاد بگه اشتباه کردم، اون کار غلط بود، من مردم رو، ما در راه گول زدن مردم، سر کار گذاشتن مردم، بی اعتماد کردن مردم، کم ارزش کردن اپوزیسیون در خارج از کشور و اون پروژه اسلامی که من این بال شدم، اسیر شدم برای اینکه خودم رو نشون بدم، برای اینکه تو بازی باشم، عذرخواهی باید بکنه، باید بیاد که اشتباه کردم. از بغلش رد شدن به درد عمه من میخوره. اونایی که باید حواسشون جمع باشه جمعه. زمانی که حقا مرد و اومد تو این لس آنجلس، این آقا واسه این که بگه آقا منم تو بازیم، منم میخوام باشم، از این گونه مسائل، اون یکی رو نشون بدید، آقا دوتا شونه نشون بدید، این دوزه اون حقای دوزاری رو نشون بده. ایشون در اون تلویزیون اومد و ایشون رو یک سال وایساد و این پروژه رو یک سال دیگه کشید و با احزاب و گروه ها و دسته های دیگه هم روزی که گفتیم در تحریم انتخابات مردم تو خونه بشینند، اینا گفتن نبیایید بیرون و هزار جور بازی و کلک. نتیجه این همون اولین یا دومین باری بود که ایشون با این حقا نشست و این بازی رو شور ادامه گره این بازی حکومت اسلامی شد. و بعد از این، بعد از یک سال و خورده ای در لس آنجلس، اون بازی تو واشنگتن داشت پیش میرفت، یعنی زمانی که بسیاری از همین لس آنجلس رفتن واشنگتن برای این کف زدن، بازی مرد، فهمیدن سیاه‌بازه، فهمیدن حقه‌بازه، یا رو منظور رفتن یا روی پیشبرد کارهای رژیم پیش رفتن، دنبالش رفتن یا رو بلاحت رفتن، و این مرد برگشت اومد اینجا. اینجا چه کسی این رو دوباره بالا پرداد و آلت و دست شد و یا خواست بازی رو پیش ببره؟ سعید شیمرانی بود. آقا اون تیکه رو از اول بذارید، رسیدیم به آخر اون یک سال و نیمه شو در لس آنجلس که آقای شیمرانی کارگردانیشو میکرد، ادارهشو میکرد، کاراشو میکرد. اینو نمیخوام، اونو میخوام که نشستن همه 9-8-7 دیگه آخونده دارن میرن. خب آقای شیمرانی نمیشه که بعد از اون پروژه، بعد از اون سناریو، بعد از اون بی‌اعتماد سازی مردم، بعد از اون جنگ و جدالی که شما با سازمان‌ها، گروه‌ها، احزاب، شخصیت‌های منفرد اینجا کردید و فکر کردید واقعا خبری یا مردم ابلهن، این آقای شیمرانیه که تو این پنل نشسته. از اولش بذارید که 8-9 بازی شروع میشه. حالا بعد از این مراسم ما بیایم و حالا مثلا شما یه سازمان همبستگی رینگول و فنگول و این حرفا، نماینده شما کیه؟ شما بری یه ویزیت با شاهزاده بکنی بیای و دوباره بخوای؟ نمیشه که عزیزم، بابا بیای بشین اینجا، بشین پیش من، ما هم بشینیم 2 ساعت راجع به حقا صحبت کنیم. بریم ببینیم و برگردیم. منتظرش بودیم.